بله، به دنبال قیام و اعتراضات سراسری مردم ایران، رژیم تلاش کرد که در اتاقهای فکر ارگانهای اطلاعاتی و امنیتیش طرحها و دستورالعملها رو تهیه کنه که به وسیله اون قیام رو به انحراف و خاموشی بکشونه. از این طرحها حجاب اجباری و مسمومیت دانش آموزان بیشتر از همه برجسته بود. آیا رژیم تونسته به این اهداف خودش برسه؟ برای بررسی این موضوع در ارتباط هستیم با خانم نرگس غفاری، مدیر رادیو ایر آوا از کانادا. سلام می‌کنم به شما خانم غفاری، خیلی ممنون که برای این گفتگو اومدین. اگه میشه آخرین خبرها رو در رابطه با حجاب اجباری و مسمومیت دانش آموزان، این طرحی که ولی فقیه باهاش میخواد جامعه رو متوقف کنه، برامون بگین. بله، سلام میکنم خدمت شما و بینندگان تلویزیون ایران آزادی. متاسفانه خبرها همچنان حاکی از ادامه اذیت و آزار نیمی از جامعه ایران هست و حملات شیمیایی علیه دختران دانش آموز توی شهرهای مختلف. حملات شیمیایی روز چهارشنبه 30 فروردین در ارومیه بود، تهران، همدان، دسفول و این دختران معصوم به بیمارستان ها منتقل شدن. البته یک موضوعی که هست این که رژیم در برخی از شهرهای ایران اجازه اعزام آمبولانس به این مدارسی که تحت حمله شیمیایی قرار گرفتن رو نمیده و والدین این بچه ها، این دختران، مجبور میشن خودشون فرزندانشون رو به درمونگاه ها و یا بیمارستان ها منتقل بکنن. رژیم اما در این وسط از وارونگویی واقعا کم نگذاشته. در این حال سازمان عفو بین‌الملل دیروز چهارشنبه 30 فروردین یک بیانیه انتشار داد و گفت که حملات شیمیایی عوامل خامنه‌ای و مسموم شدن دانش آموزان در مدارس ایران ازش ابراز نگرانی کرد در واقع و درباره به خطر افتادن حق تحصیل، سلامت و زندگی میلیون‌ها دانش آموز در بحبوحه حملات شیمیایی که عمدتاً مدارس دخترانه را هدف قرار داده هشدار داد. خبرگزاری حکومتی فارس 29 فروردین طبق معمول تقصیر این حملات شیمیایی رو به گردن دختران دانش آموز انداخت و اونها رو شیطنت‌های دوران نوجوانی نامید و نوشت که بیشتر از 90% موارد توسط دانش آموزان اتفاق افتاده و اضافه می‌کنه که 80% علت مسمومیت‌ها تمارز هستند و 20%ش هم تلقین. یعنی از حکومت آخوندی واقعا چیزی بیشتر از این انتظار نمیره و نباید منتظر حتی دستگیری کسی بود چه برسه به رسیدگی. در رابطه با طرح حجاب اجباری هم سایت حکومتی عصر ایران 27 فروردین یعنی یک روز بعد از ضرب العجل ولایت فقیه از قول پاسدار عزیزی جانشین قرارگاه افاف و حجاب نوشته بر اساس ابلاغیه وزارت کشور از امروز هر گونه خدمات به افرادی که کشف حجاب داشته باشند ممنوع است. با راه اندازی دوربین های چهره زن در معابر عمومی افرادی که اقدام به کشف حجاب کنند چهره زنی شده و به مراجعه قضایی فراخوانده می شوند. نیروی انتظامی خامنه ای هم روز یک شنبه 27 فروردین اعلام کرد که مقامات حکومتش بیشتر از 150 واحد صنفی رو در 24 ساعت به دلیل عدم رعایت الزام زنان به رعایت حجاب اجباری بسته. یعنی دستگاه سرکوبشون واقعا مثل ساعت کار میکنه و یک لحظه خستگی و یک لحظه آرامش نداره. یک چیزی که باید در مورد حجاب اجباری گفت، ببخشید من جمله آخرم بگم، این هست که حجاب اجباری فقط یک بهانه است برای در زنجیر کردن زنان، وگرنه صحبت از یک تکه پارچه واقعا نیست و صحبت از مو نیست. حجاب اجباری به دنبالش بسیاری از ضایع شدن حقوق زنان رو داره، مثل آزادی بیان، حق طلاق، حضانت فرزندان و حق سفر بدون اجازه پدران یا شوهران یا برادرانشون. بله، نه داشتم به همین فکر میکردم که چون گفتگوی قبلیمون در رابطه با اقتصاد بود، میبینیم که در کوچکترین مسائل و حل بحرانهای اقتصادی اینجوری درمونده هستن، ولی اونجایی که به تکنولوژی رو در امر استفاده از امنیت و ضد امنیت مردم بخوام به کار ببرن هیچ کم نمیذارن. حالا اگه میشه کمی از اهداف این طرحها برامون بگین. ببینید، موضوعی به نام زن در عمر 42 ساله این رژیم آخوندها و حتی قبل از اون، حتی در زمان پهلوی ها، همیشه موجب نگرانی بوده. یعنی زن به عنوان یک موجود مضر، به عنوان یک موجود شیطانی همیشه تحت فشار این مکتب بوده و تحت فشار این ایدولوژی بوده. خب اینی فکر میکرد با طرح حجاب اجباری میشه مردم رو مرعوب کرد، زنان رو سرکوب میکنه به بهانه اینکه مردان رو مرعوب کنه و
حکومت خودش رو در واقع ریشه‌هاش رو بدبونونه در جامعه. ولی مشکل آخوندها، مشکل اصلشون این حجاب زنان نیست. حکومت میخواد با متوسل شدن به حجاب در واقع افکار عمومی رو از قیام منحرف بکنه و در نتیجه از سرنگونی خودش جلوگیری کنه. در قیامی که از شهریور 1401 شروع شد، الان نزدیک به 8 ماه داره ارزش میگذره، زنان و دختران جلودار بودن و در واقع رهبری قیام رو در دست داشتن و چنان تکونی به ستونهای لرزان ولایت فقیه دادن که واقعا ترسی که به دل خامنه ای ریخته وحشت زدش کرده و حتی برای یک روز حکومت بیشتر مجبور از این اقدامات زن ستیزانه استفاده بکنه. ولی اون چه که قطعی هست اینه که تعادل قوا بین مردم و رژیم به قبل از 1401 بر نمیگرده و در واقع آتش انقلاب بیشتر گر خواهد گرفت. بله، هشدارهایی هم توی رسانه حکومتی در این رابطه هست و میگن که همونطور که در شهریور ماه این سختگیری هایی که در واسه با گشت ارشاد بود منجر به اون انفجار عظیم شد، چه بسا این حرکاتی که در آن صورت میگیره جرقه قیام بعدی رو بزنه. واکنش اجتماعی، چون این بحثمون دقیقا به همین واکنش اجتماعی برمیگرده، اگه میشه توضیح بدین که واکنش مردم در این رابطه چی بوده و آیا این واکنش رو به خامنه ای اجازه میده که به اهدافش برسه یا نه؟ درست میگین شما. ببینید، مردم در این 40 چند سال که نشون دادن واقعا، چه در رابطه با طرحهای جدید حجاب اجباری، چه در خصوص حملات شیمیایی و در هر مورد دیگری که اجحاف صورت گرفته علیه مردم، هیچ وقت ساکت ننشستن و اعتراض خودشون رو در این 4 دهه گذشته به صورت عیان واقعا نشون دادن و این خط قرمزی که بین مردم و حکومت کشیده شده بسیار قابل دید هست و قابل رویت هست. در خصوص حملات شیمیایی علیه دختران دانش آموز توی شاهین شهر، مردم اومدن مقابل اداره آموزش و پرورش، شعار دادن مرگ بر حکومت بچه کش و دانش آموز میمیرد، ذلت نمیپذیرد و در خطاب به خامنه ای گفتن که به عنوان عامل مسمومیت، گفتن هیز توی، هرزه توی، زن آزاده منم. توی این تجمع طبق معمول نیروهای حکومتی با گاز اشکاور به معترضین حمله کردن، ولی خب مردم از پای نمیشیدن. هفته پیش بازاریان و کسبه سقز در اعتراض به حملات شیمیایی اعتصاب کردن. کانونای شورشی هم که مرتب با انفجار مراکز سرکوب رژیم به حملات علیه دختران دانش آموز ادامه میدن و الان توی اوپنینگ این برنامه هم شما اشاره کردید به کرمان و در آمل هم همینطور امروز انفجار داشتن در یکی از مرکز سرکوب رژیم. رژیم در واقع برای کمرنگ کردن حمله به دختران دانش آموز به ارگانهای خبری همجور که میدونید دستور داده که کلمه مسمومیت رو حذف بکنه و به جاش از بدحالی استفاده کنه. در بسیاری از مواقع همجور که خدمتون عرض کردم اعزام آمبولانس به مدارس رو به تاخیر میندازن و والدین مجبورن بچه‌هاشون رو خودشون به درمانگاه برسونن. ولی این شکافی که بین رژیم و مردم هست عمیق‌تر میشه و این جدایی بیشتر رؤیت پیدا میکنه و دیده میشه و اعتراضات مردم کیفی‌تر میشه در مقابل این. خامنه‌ای هم خودش میدونه این رو، ولی واقعا اگه به زمین بره و آسمون بره، خامنه‌ای به هدفش نخواهد رسید و زنان و مردان ایران زمین زیر بار حکومت آخوندها نمیرن و برای خیز نهایی که سرنگونی تمامیت این حکومت زن ستیز و ضد انسان هست تلاش خودشون رو خواهند کرد. البته دست قدرت‌های خارجی هم در بین هست که زیر بغل خامنه‌ای رو میگیرن، ولی آنچه که تعیین تکلیف نهایی صورت میگیره توسط مردم در داخل کشور هست و ما هم در خارج کشور فکر می‌کنم به عنوان وظیفه صدای اونها میمونیم و وقتی مردم میگن دیگه چیزی برای از دست دادن ندارن، یک حرف واقعی هست و ترس خامنه ای رو 100 چندان میکنه. من فکر میکنم با سپاس از شما خانم نرگس غفاری، مدیر رادیو ایراوا از کانادا، که در این گفتگو همراه ما بودین. خیلی ممنون و خدا نگهدار. خواهش میکنم. ممنونم از شما و به قول مردم فقط کف خیابون به دست میاد حقمون. زنده باشین.